خانه های خانه ستاره. آکادمی آنلاین زبان ستاره، ویژه کودکان و نوجوانان از 3 سالگی. بنگی اون یاشندهیم. من بگیم بس استقلال سکل گستر میکسیم. کیافه زبان مثلا سون بهاردا یا مولوک و یا جملک یریز. اون یارم بر مکارونا، پیزا، سبزه، لیمون، پرنج çok seviyorum. Benim pembe ve mor renkli çok seviyorum. Hoşçakal, görüşürüz. آکادمی زبان آنلاین ستاره با روشی منحصر به فرد، پذیرش زبان آموز از سراسر دنیا. با ما تماس بگیرید. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، گوشه ای از این جهان یه خاله ستاره بود، یه خاله ستاره بود. از درخت قصه ها خاله رفت و قصه چی به همه ستاره ها. روزی یک قصه رسید. سلام ستاره عزیزم، قصه امروز عیادت. در بیشه‌زاری سبز و خرم، خورشید خانم با پرتوهای طلایی رنگش روی علفهای شبنم زده بازی میکرد که یه دفعه هوا ابری شد و بارون قطره قطره شروع به باریدن کرد. حلزون بیشه زونی خانم ذوق زده از خونش بیرون اومد و گفت: به به، چه بارون خوبی، جون میده برای یه گردش حسابی. زونی خانم راه افتاد. با اینکه خونش همیشه همراهشه، بازم تنبلی کرد و لباس گرم نپوشید و چتر همراهش بر نداشت و شروع کرد به گشت و گذار زیر بارون و آواز خوندن. همین شد که سر شب که به خونه میرفت عطسه بلندی کرد، اونقدر بلند که کرم شبتاب بیشه نوری خانم که داشت آروم آروم نورش رو روشن میکرد از ترس 3 متر به هوا پرید و گفت: حتی ایو قلبم ریخت، افیت بشه زونی خانم، خودی باید ندی. حتی باید دیبیده، ببخشید که ترسونده به تو نوری خانم، فکر کنم یکم چای دم. چرا؟ رفته بودم گردش، هوا یکم سرد بود، فکر کنم برای همین بریز شدم. تو هوای برمی یه چرچ چیزی باید همراهتون برمی داشتی؟ آره شما راست میگی، یه شوربایی سوپ داغی چیزی باید بذار بخور، حال جا میاد. حالشو ندارم نوری خانوم، یه چرت بذارم حالم خوب میشه. حالشو ندارم چی؟ همین الان خودم برات درست میکنم میارم. پس همسایه به چی دردی میخوره؟ مال همین روزاست دیگه. وای ده تو رو خدا، تو زحمت بیفتی. بابا زحمت چی، رحمته. شما برو خونه، هوا سوز داره، معلوم میرم جلیم برمیگردم. زونی خانم رفت خونش و بیحال دراز کشید. نوری خانم سوپ درست کرد و به خونه زونی خانم رفت و اون با اینکه حالش خیلی خوب نبود، اما از مهمونش استقبال کرد و سوپ رو از نوری خانم گرفت، تشکر کرد، سفرش رو پهن کرد و با هم مشغول خوردن سوپ شدن. زونی خانم داشت کم کم تبم می کرد، حالش داشت بدتر می شد و پشت سر هم عطسه می کرد. اما نوری خانم که تازه سر صحبتش باز شده بود گفت: حتی ایبا بهتر نشدی؟ یکم تب دارم، بذار برم برای جشونده بیارم. نه نوری خانم خدمم، ته یکم استراحت کنم حالم خوب، ته خوب میشه. استراحت بهترین چیزه برای مریض، من که رفتم قشنگ بخواب، استراحت کن که حال جا بیاد. ته نوری خانم وقتی به حرف می افتاد دیگه هیچ چیز جلودارش نبود. زونی خانم هم که خواب روی چشماش سنگینی می کرد، مدام شاخکاشو این ور اون ور می برد. نوری خانم که تازه صحبتش گل انداخته بود داشت خاطره ای رو از پسرش تعریف می کرد.
چند وقتی پیش این پسر کوچیکم دیدیش که؟ چه بله بله گم شده بود. هرچی گشتم پیداش نکردم. نورم رو روشن کردم رفتم دنبالش. بالاخره زیر یه بوته پیداش کردم. قایم شده بود بچم. بگو چرا؟ گوشت با منه؟ چه؟ بله بله چرا قایم شده بود؟ آخه بچم الهی قربونش برم. میگفت از ما خجالت میکشم. گوشت با منه؟ بله بله چه؟ میگفت میترسم ما منو مسخره کنه. گفتم وا مامان جون ما چرا بتون مسخره کنه؟ بیا که الان کنیم مورچه چشم براه نور تو هستم فدوت بشم ایرایی نایمد که نایمد بگو چرا؟ بشت با من ایوا بله بله آره میگفت وقتی ما هست خب من چجوری بیام بیرون من از ما خجالت میکشم برای که نور من خیلی کمه اما نور ما زیاده نصف زمین رو روشن میکنه میبینی زونی خانم چه پسری دارم قربونش برم الهی میدونی من بهش چی گفتم گوشت با منه بده بده آره بهش گفتم مامان جون تو خیلی کوچولی فدوت بشم اما عوضش تو نورت مال خودته اما ماه که نورش مال خودش نیست از خورشید میگیره غیر از این زونی خانم بله بله آره داشتم میگفتم و باز شروع کرد بدون اینکه توجهی به حال زونی خانم داشته باشه اصلا یادش رفته بود که برای چی اونجا اومده مثلا اومده بود که کمک کنه حال زونی خانم زودتر خوب بشه اما هم مدام حرف میزد هم با نورش نمیذاش زونی خانم استراحت کنه بعدم توی خونه یه وجبی زونی خانم مدام ولول میخورد و میخزید و میگفت وای این چه خوشگلی این از کجا خریدی؟ بگو منم برای بچم بگیرم چقدر خوشگله آخه زونی خانم واقعا کلافه شده بود هرچه خمیازه میکشید و عطسه میکرد نوری خانم متوجه حال خراب اون نمیشد دوست داشت به نوری خانم بفهمونه که خسته شده و احتیاج به خواب داره زونی خانم دوباره عطسش گرفت اما چون تو فکر بود یادش رفت جلوی دهنش رو بگیره صورت نوری خانم که میخواست خاطری از دختر بزرگش تعریف کنه از آب دهن زونی خانم خیس شد وا زونی خانم چه بی‌ادب چرا جل دهنتو نگرفتی تقصیر منه که برای شما سوپ آوردم همینطور که مشغول قرقر کردن بود خورخور زونی خانم تمام خونه رو پر کرد نوری خانم که حسابی بهش برخورده بود ظرف سوپش رو برداشت و گفت وا 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 چه حلزونی پیدا میشن تقصیر منه که این همه حشره رو که چشمشون به نور منه تنها گذاشتم اومدم پیش این زونی خانم دفعه آخرمه که میام عیادتش نوری خانم اینو گفت و با سرعت خارج شد هنوز از در بیرون نرفته بود که خودشم عطسه بلندی کرد زونی خانم که خواب بود اصلا متوجه رفتن نوری خانم نشد خداحافظ بالا رفتیم ستاره بود پایین خاله ستاره بود قصه رو شید و گفت و رفت باز بر میگرده خیلی زود باز بر میگرده خیلی زود خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود پایین خاله ستاره بود قصه رو شید و گفت و رفت باز بر میگرده خیلی زود باز برمیگرده خیلی زود